و باز هم از داخل ایران، آرش رحمانی پور متولد 1368 از جمله متهمین دادگاه‌های پس از انتخابات اخیر در ایران است که توسط قاضی صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. در حالی آقای رحمانی پور در دومین دور دادگاه وقایع بعد از انتخابات اعترافاتی علیه خود بیان کرد که نسرین ستوده وکیل او میگوید شک و تردیدها و ابهامات زیادی بر نحوه برگزاری دادگاه و حکم صادره برای موکلش وجود دارد. خانم ستوده از تهران در یک گفتگوی تلفنی با آرش سیگارچی در این زمینه صحبت کرده است. موکل من آقای آرش رحمانی پور به اتهام محاربه و به استناد اینکه قصد انفجار داشته به اعدام محکوم شده، در حالی که اولا اون چه که بوده آزمایش هایی بوده که در نقاط دور از شهر و بیرون از شهر انجام داده، ثانیا ایشون در زمانی که این اعمال رو انجام داده زیر 18 سال بوده. بنابراین موکلم آقای آرش رحمانی پور صدور چنین حکم اعدامی برای ایشون از مصادیق بارز اعدام های زیر 18 ساله، منتها این بار در کیس سیاسی این اتفاق افتاده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده. من امیدوارم که دیوان عالی کشور با رعایت عدالت و انصاف قضایی که از قوه قضاییه انتظار میره به پرونده رسیدگی کنه. لطفا بفرمایید آقای رحمانی پور کی بازداشت شدن؟ آقای رحمانی پور در 26 فروردین امسال به اتفاق تعداد زیادی از اعضای خانوادهشون از جمله خواهر باردارشون بازداشت میشن، بعد از اینکه در چندین جلسه بازجویی با حضور خواهر از ایشون بازجویی کرده بودن و ایشون به مورد ارعاب قرار داده بودن، خواهر ایشون بعد از 2 ماه با قرار منع تعقیب از زندان آزاد میشن. خانم ستوده، حکم موکل شما توسط قاضی صلواتی که دادگاه وقایع بعد از انتخابات رو برگزار میکنه صادر شده، اما شما فرمودید که قبل از انتخابات ایشون دستگیر شده، ماجرا چیه؟ قاضی صلواتی در این پرونده اعلام کردن که به دلیل حکم ویژه‌ای که از رئیس وقت قوه قضاییه داشتم به این پرونده رسیدگی کردم. اون حکم ویژه حکمی بوده که بعد از اعتراضات خیابانی به ایشون اعلام شده که برخلاف قانون این حکم صادر شده و به ایشون این اختیار رو داده که به جرائم ناشی از اعتراضات خیابانی رسیدگی بکنه. اما در نظر داشته باشید آقای رحمانی پور در فروردین امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات بازداشت شده. چرا آقای رحمانی پور چنین اعترافاتی رو علیه خودش مطرح کرده؟ اشکارهای زیادی علیه ایشون اعمال شد، از جمله اینکه در جلسه دادگاهی که در تلویزیون هم نمایش داده شد ایشون در دادگاه حاضر شدن و اول اعلام کردن که بدون حضور بنده به عنوان وکیلشون حاضر به صحبت نیستن. ماموران اطلاعات و امنیت به پدر ایشون که در اون جلسه حضور داشتن مراجعه کردن و به ایشون گفتن که یا پسرشون رو وادار به اقرار میکنن، در غیر این صورت خودشون هم بازداشت میشن. پدر به پسر مراجعه میکنه در جلسه دادگاه و ازشون میخواد طبق قول و قراره که با ماموران اطلاعات دارن به جرائم ناکرده اقرار بکنه. بنابراین کلیه فشارهایی که به ایشون وارد شده کاملا حکم صادره رو بی‌اعتبار میکنه.